بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام بینندگان عزیز صفحه اینستاگرامی انجمن علمی تاریخ دانشگاه شیراز. خیلی خوشحالم از اینکه جلسه دیگر را در خدمت شما هستم. امروز 13 اسفند ماه 1399 با گفتمان نهم در خدمتتون هستیم. خوبی پیوندم. سلام جناب دکتر. سلام علیکم، حال شما خوبه آقای دریجی؟ بس جناب دکتر، صدا منو دارین؟ جناب دکتر صداتون هست ولی تصویرتون همونجور به صورت یک نواب مونده. گوشی رو خاموشتن میکنم و باز میام توی لایو. انشالله ما منتظرتون هستیم. خواهش میکنم. سلامت باشید. خب امروز با گفتمان نهم در خدمتتون هستیم با موضوع بررسی حوزه نوازندگی در رجعت به گذشته. خدا رو شکر جلسه قبل به مشکلاتی برخوردیم ولی خدا رو شکر مشکلات برطرف شدن و اینکه ما تونستیم این جلسه رو باز شروع کنیم. ولی خب من اول جلسه اعلام میکنم اگه که مثل جلسه گذشته باز به مشکل برخوردیم، ما دعوت میکنیم که انشالله جلسه رو توی صفحه شخصی خود جناب دکتر دنبال کنیم، چون یکی از دوستان اون جلسه به جواب سوالشون نرسیده بودن و اینکه صدای قطع و وصل میشد. ولی خب انشالله این جلسه مشکلی نباشه و ما بتونیم خیلی راحت جلسه رو ادامه بدیم و به تمام سوال‌های شما دوستان پاسخ بدیم. منتظر جناب دکتر میمونیم انشالله خیلی زود به جمع ما بپیوندن. جناب دکتر تشریف آوردن، انشالله که مشکل حل شده باشه و ما بتونیم جلسه رو ادامه بدیم. سلام جناب. سلام آقای دریجی، خوب هستین شما؟ حال شما خوبه؟ موعد باشین قربانتون. خیلی خوشحالم از دیدار مجدد هستم. عزیزانی که الان در لایف هستن و اونایی که بعداً این لایف رو خواهند دید، برای اینکه اطلاعی کلام نشه مستقیما میرم سراغ اصل مبحثی که در پوستر اعلان شده و یه مقداری راجع به این. فقط خواهشم این است که زمان رو به من اعلان بفرمایید که اگر که به انتها داریم میرسیم برای سوالاتی اگر وجود داشته باشه فرصت هم داشته باشیم تا در موردش صحبت کنیم. عرض کنم که عنوان بحثی که داریم در مورد
تأثیرات اون رجعت به گذشته یا تفکر رجعت به گذشته است در به صلاح حوزه نوازندگی. این خیلی باریکی داره از این جهت که هم ما در مورد این که چه تأثیراتی روی حوزه نوازندگی گذاشت، البته تأثیرات اجتماعی هم داشته، تأثیرات فنی هم داشته، منتها من شخصا معتقدم که اونهایی که این تفکر رو به اصطلاح در موردش صحبت کردن و سعی کردن که در فضای موسیقی کشور به اصطلاح حاکم بشه، یک نکته رو خیلی خوب میدونستن و اون نکته این بود که میدونستن که مخاطب موسیقی ایرانی اونقدر دانش ندارن که تفاوت‌های این تفکر رو با اونچه که قبلا احیانا بوده در شیوه نوازندگی متوجه بشن. این یه واقعیته. من خودم شاید در اون سالهایی که یه همچین چیزهایی داشت اتفاق افتاد، یه بچه 12-13 ساله بودم و تصورم این بود که این هم در حال یه شکل کاملا مبدع موسیقی ایرانی هست و به اصطلاح خیلی تشخیص نمیدادم. تصور من این است که خیلی از اونهایی هم که حتی شاید سنشون هم بیشتر از من بود تشخیص دادن، به خاطر اینکه این موضوع دانش میخواد و تشخیص میخواد، آموزش میخواد و اونهایی که سردمدار این تفکر بودن میدونستن که مخاطبین این موضوع این دانش رو ندارن که تشخیص بدن. در حقیقت آمدن سلیقه تعریف کردن، سلیقه برای جامعه تعریف کردن. و بذارید یک مثال در رشته خودتون بزنم. ممکنه یه پژوهشگری در یه موضوعی در رشته شما بیاد کار بکنه، یه سری از شواهد نبینه و یه مقاله‌ای بنویسه، کتابی بنویسه، یا اینکه شواهد رو ببینه ولی نگه، یا ببینه یا برداشت اشتباهی داشته باشه، یا اینکه برداشت رو به زعم خودش بخواد تغییری درش بده، ممکنه در نسل‌های بعدی پژوهش افرادی بیان و همون شواهد رو ببینن و راجبش صحبت کنن و کار اون پژوهشگر قبلی رو چیکار کنن؟ مورد نقد قرار بدن. این خاصیت علمه. در رشته شما که شاخه از علوم انسانی هست اتفاق میفته، در فیزیک و شیمی و مهندسی و ریاضی هم اتفاق میفته. هیچ به اصطلاح مانعت و جمع نیست که پژوهشگران نسل بعد بیان و به اصطلاح بتونن تشخیص بدن که اون پژوهشگری که مثلا در نسل گذشته یا چندین سال قبل اومده اون موضوع کار کرده اشتباه کرده، متوجه نشده، یا اینکه به اصطلاح دیده و برداشتش غلط بوده. در خوشبینانه ترین حالت این موضوع مطرح هست. در موسیقی ایران هم همینطوره. در موسیقی ایران هم ماها که در اون زمان یک در حقیقت بچه ای بودیم که حالا داشتیم همه چیز رو گوش میکردیم، سازه نمیدونم آقای فرهنگ شریف گوش میکردیم، مثلا فرض میکنیم سنتور آقای ایکس هم گوش میکردیم، دقت میکنید، متوجه نمیشدیم که این ماجرا چی هست و چه اتفاقی داره میفته و نظر اینها. اون تأثیری که در رجعت به گذشته اتفاق افتاد در حوزه نوازندگی در دو بخش کاملا مشهوده. یک بخش، بخش محتوایی مطالب هست، موضوعیت به اصطلاح نوشتاری بگیم یا شنیداری بگیم، ادبیات ماجراست. ادبیات ماجرا کاملا متفاوت میشه و دلیلش هم من حالا عرض میکنم که چرا و چه اتفاقی افتاد. و یه بخش دیگه در صدادهی و سونوریته است. صدادهی و سونوریته، این دو بخش در به اصطلاح تغییر در این به اصطلاح رخ داد، در این جریان، جریانی که از اواخر دهه 40 تا اوایل دهه 50 تغییرش و پایه‌گذاری شد میفته. خب اتفاقا مخاطبین موسیقی ایرانی هم اونهایی که خب بالاخره علاقمندی داشتن متوجه اینا نمیشدن، چون همطور که عرض کردم نیازمند به دانش بود و باید بود که افراد بتونن مقایسه بکنن. به قول مرحوم آقای مهندس همایون خرم، گفت آقا
برای استفهام موسیقی تحصیل لازم هست و اولین تحصیلش این که فرد یه سازی رو مثلا یاد گرفته باشه و متوجه شده باشه. اگرچه که من میتونم اینجا بگم که شاید بعضی ها هم که مثلا شاید سازی رو یاد گرفتن متوجه اون تغییرات نمیشن مگر اینکه در زمان. خب این بخشی که مربوط به ادبیات این ماجرا بود کجا رقم خورد؟ همونطور که در جلسات گذشتم عرض کردم، در بخش موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در همون دهه های 40، اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 بود که خب نوازندگانی وقتی وارد دانشگاه شدن حتی ادبیات تخصصی سازشون تغییر کرد. خیلی جالبه. یعنی مثل مثالی که خدمت شما زدم در جلسات گذشته یا همکارتون آقای محزون گفتم، آقا درون مثل این هست که برید شما سر کلاس انگلیسی بعد به شما فرانسه درس بدم، میشه؟ ولی خب این شد. یعنی بعضی از رشته های نوازندگی ادبیات داشتن، استاد موجه در کشور بود، ولی یه چیز دیگه بهشون درس دادن و اون چی بود؟ ردیف میرزا عبدالله بود که من جلسه گذشته هم در موردش صحبت کردم که آقای دکتر سمتا بر اساس شواهد صوتی که در اختیار داشت یه خط بطلان کشید روی مطلب. با آقای مطالبی که دارن میزنن با اصل موضوع کاملا منافات داره از نظر فنی، چون میدونید که این ردیف رو آقای ژان دورین نوشته بود و ظاهرا آقای سپنتا یه ایرادی به مقدمه ردیف میگیره و ایشون هم به عنوان یک فرد آکادمیک تشکر میکنه، ولی آقای سپنتا در مقاله بعدی میگه که ایشون فکر میکنن فقط مقدمه ردیف ایراد داشته، کل ردیف ایراد داره و اگر روایت رو از برومن گرفتن این روایت اصلا غلط است که همونطور که جلسه گذشتم من اشاره کردم. به هر حال این ادبیات رو به این آقایون درس دادن و خیلی جالبتر این است که بعدها که خیلی از افرادی که برای همچین رویه‌ای در موسیقی ایرانی تو حوزه محتوا یقه ها دریدند و خلاصه خیلی برای این آتشی که در معرکه بود آتش آوردند و بردند و غیروزاده، وقتی در همین شهر شیراز از خودشون سوال کردیم اظهار کردن که ای کاش این کارو نکرده بودیم، ای کاش همچی کاری نکرده بودیم، این غلط‌ترین کاری بود که در اون زمان برای محتوای سازهای ایرانی اتفاق افتاد. هیچ ربط مثلا حتی در یه سازی مثل تار که حاج علی اکبر شهنازی بود و همونهایی که به همین شیوه سنتی اعتقاد داشتن و با وجود که شهنازی خودش استاد بزرگ تار بود و چه اونهایی که به تفکر سنتی اعتقاد داشتن و چه اونهایی که خیلی هم اعتقاد نداشتن و فارغ التحصیلای هنرستان موسیقی بودن مثل آقای هوشنگ ظریف و امثال اینها، اونها هم پیش شهنازی کار کرده بودن، حتی ردیف شهنازی هم نزدن. ردیف میرزا حسین قلی هم که ردیف تخصصی ساز تار بود نزدن و همین ردیفی که به عنوان ردیف میرزا عبدالله هست این رو اجرا کردن و نه تنها این کار رو انجام دادن، تعمیم دادن به تمام سازهای دیگری مثل سنتور و کمانچه و نی و امثال هم. بنابراین محتوای سازها تغییر کرد و خیلی جالبتر اینه که ما متقدمترین استاد کمانچه که در مملکت داشتیم مرحوم علی اصغر بهاری بود که همه این آقایون کمانچه نوازا رفتن شاگردش شدن که پیشش کمانچه بزنن ولی ادبیات اون هم نزدن، باز اومدن همین علی میرزا عبدالله رو زدن. من واقعا به عنوان یه نفری که در حوزه پژوهش کار میکنم میخوام سوال بکنم، میگم کدام یک از کمانچه نوازهای قدیمی ردیف میرزا عبدالله زده بودن؟ این کجا بود؟ اگر کمانچه ادبیات منسجم یا داره یا نداره، اگر رفتید پیش این آقا کمانچه رو کار کردید، خب مدلمشو بزنید بنویسید و براش ادبیات طراحی بکنید دیگه، ولی این اتفاق نیفتاد. پس تو حوزه محتوا شاید تقریبا میشه گفت از حدود نیمه های دهه 50 تا شاید اواخر دهه 60 محتوای مطالب نوازندگی توی همین حوزه بود، ولی بعدها خیلی از همونهایی که خیلی هم به این موضوع اوائل اعتقاد داشتن و میتونم بگم شاید اوائل دهه 50 اصلا غیر قابل بحث بود در موردش که چرا این مطلب رو دارید میزنید و ادبیات کلاسیک ساز خودتون رو نشان نمی کنید، همشون از اون مطلب کنار کشیدن. تنها یکی دو نفر مؤمن موندن برای اون شیوه و اون ادبیات و اون چیزی که باید باشه، که قطع یقین اگه در مجموعه این لایو یا افرادی که اهل موسیقی هستن این لایو رو بشنون خودشون میدونن اون دو سه نفر کیا هستن.
خودشون میدونن که اون دو سه نفری که موندن و همین ردیف رو به همین شیوه سعی کردن هی ادامه بدن چه کسانی بودن که از ابتدا به همین شیوه که من در مورد پارادوکس به اصطلاح کلیاتش که در مورد رجعت به گذشته بود و این ادبیات جلسه قبل صحبت کردم و گفتم که چقدر این پارادوکس داشت، منتها هیچ کس هم سوال نمی کرد. خیلی جالب بود که خیلی از افرادی که مخاطب آموزشی این ماجرا بودن به اصطلاح سوال نمی کردن که آقا اگر قرار هست ما به شیوه سنتی ساز خودمون نوازندگی کنیم چرا محتوای مطلب اینه؟ به چه دلیل ما باید این محتوا رو بزنیم؟ خود اون آقایونی که در حقیقت پایه‌گذار این شیوه نوازنده همچی ادبیاتی رو نمی‌زدن. این ادبیات از کجا آمده؟ این صحبت هنوز مربوط به قبل از انتشار مقاله آقای سپنتاست. هنوز مقاله آقای سپنتا منتشر نشده بوده. ولی در یکی از اولین شماره های فصلنامه ماهور منتشر شده و این مقاله الان در اینترنت قابل دسترسی است. من واقعا به همه عزیزانی که کار نوازندگی موسیقی ایرانی میکنن توصیه میکنم این مقاله رو بخونن. این مقاله واقعا یکی از مقالات کلیدی است که در مورد بحث داده سازی ببینید، من پژوهش رو در رشته شما مثال زدم، این پژوهش میتونه در همه جا هم باشه، در روش تحقیق به طور کلی تو تمام رشته، حتی در سطح دکترا. من خودم که درس میدم این جمله میگم، من استاد خود منم به خود من این جمله رو در روش تحقیق گفت، گفت آقا تحقیق باید اصیل باشه. گفتیم یعنی چی؟ گفت یعنی خلاف نباشه، خلاف واقع نباشه. بنابراین در این حوزه هم همینطور از این اتفاق افتاده و حالا ما کاری به این مسئله هم نداریم. مثلا تصور میکنیم که مقاله آقای دکتر سپنتا هم اصلا وجود ندارد، ولی آیا واقعا در رشته نوازندگی تار آقای شهنازی مرده بودن دهه 50؟ اصلا ایشون حضور داشتن، شاگرد داشتن درس میدادن، همه این آقایون که در رشته‌های تارنوازی کار میکردن خب رفتن پیشش کار کردن. چطور شد که ردیف شهنازی رو در جای اجرا نمیکردن؟ ردیف شهنازی که اصالتاً برای تار بوده، شهنازی ستارنواز نبود که، تارنواز بوده. نمیتونن بگن آقای شهنازی شرایطش مثل آقای بهاری بوده. اگر آقای بهاری ادبیات منسجم یا ردیف منسجم نداشته، آقای شهنازی داشته. آقای شهنازی ردیف منسجم داشته، به علاوه این که خودش شاگرد پدرش بوده که ردیف میرزا حسین قلی مشهورترین ردیف‌های تار هست. پس میبینیم که نه، اصلا مثل اینکه ماجرا یک چیز دیگه است. یعنی ردیف یک فرد متقدمی مثلا میرزا حسین قلی هم انگار ظاهرا مورد تایید نیست، انگار باید فقط همون ردیف میرزا عبدالله به اون شیوه که برخی از راویان که البته صراحتا آقای سپنتا گفته راوی کاملا اشتباه کرده. راوی کی بود؟ از آقای نورعلی خان برومند بوده. آقای دکتر سپنتا در مقالهش گفته است، یه دفعه دیگه من این جمله شون جلسه پیش گفتم، بازم اینجا تکرار میکنم، گفته آقا یا ایشون نفهمیده از شکرالله خان قهرمانی درس گرفته، یا درست درس گرفته و غلط انتقال داده. این یکی از گرهک های فوق العاده مهم از همون تفکر رجعت به گذشته است. یعنی بحث امانت درش مورد سوال قرار میگیره به اعتقاد من. ببینید با مقایسه کردیم این ردیف رو، گفتیم آقا با ردیف کار آقای موسی معروفی از نظر محتوا، من دارم الان هر دوتای اینا رو تحلیل میکنم، معروفی برای این کار 30 سال کار کرد، 30 سال کار کرد و یک ردیف نوشته که ردیف جامع موسیقی ایرانیه. تمام استادان زمان رو جمع کرده، سبا و شهنازی و نیدابود و هر کسی که واقعا ذی‌صلاح بود است در این کار او جمع کرده و در این مورد این ردیف رو در طی 30 سال نوشته.
که توی همون مقاله آقای سپندها هم ایشون میگه که ردیف معروفی به اصل موضوع نزدیکتر است. یعنی ادبیات قبلش وجود داشته و اینکه چرا این اتفاق افتاده من اینو توی جلسات دیگه راجعش صحبت می‌کنم، ولی میخوام بگم تو حوزه محتوا این مسئله به عنوان یک رخداد، به عنوان یک رخداد بسیار مهم، اینکه حالا من اسمشو داده سازی گذاشتم و ممکنه خیلی ها مخالف باشن، باید در این زمینه اتفاقا نسلی که این کار رو انجام داده و رقم زده پاسخگو باشه به نسل‌های آینده، که بدون که چرا یه همچین چیزی رو که یه پژوهشگری، برای که هیچ کدوم از اون آقایونی که مبلغ همچین ردیف بودن پژوهشگر نبودن، هیچ کدوم پژوهشگر نبودن، همه نوازنده بودن و کار پژوهش نمی کردن. اینا همه وارد اون سیستم آموزشی شدن، به نوازنده نی و کمانچه و سنتور و ستار و تار این ردیف تدریس شده و اینا تقریبا از همون حدود دهه 50، نیمه های دهه 50، یعنی سالهای 53 54 این حدودا این کار رو همین طور به همین شکل اجرا کردن تا تقریبا اواخر دهه 60. من یادم از گفتم آقا اگه واقعا این ردیف هم ردیف میرزا عبدالله باشد و فلان باشد، که تمام گوشا که مستهلک شدن البته بس که این ردیف رو شنیدن، اگه درست هم باشه. این اتفاق تو حوزه نوازندگی نی، کمانچه که صاحب ادبیات جدی نبودن، به اصطلاح در حقیقت اونجاها هم این اتفاق افتاد. هم خیلی جالبه، شاید در همون سالها هم تعداد نوازندگان کمانچه یه مقداری بیشتر بود. البته این نوازنده های کمانچه تقریبا همشون قبل از اینکه وارد نوازندگی کمانچه شدن همشون ویولون می‌زدن. من تقریبا تک تک اینها رو چون باشون دوستی و آشنایی دارم و سمت استادی هم بربنده دارم و نزدیک هستم، اصلا همشون سوال کردن این موضوع رو. اینا عموما ویولون میزدن و بعدم که خب وارد دانشکده شده بودن اصلا اینطوری بود که حتی یادم هست که یکی از دوستان که خودش هم نوازنده ویولون بود در همون سالها در همون در دانشکده نمره بهش نمیدادن. حالا من کاری ندارم که این واقعا درست بود یا نبود، چون اونهایی که این کار انجام میدادن الان در قید حیات نیستن که ما بخوایم قضاوتشون هم بکنیم، صحیح نمیدونم، ولی به هر حال ایشون که به قول معروف حی حاضر است. اما به طور کلی تعداد نوازندگان کمانچه به هر حال بیشتر در نی و مربوط به اون سالها خیلی تعداد نوازنده های نی بیشتر نبوده. فکر کنم یک یا مثلا شاید احیانا دو نفر بود، مرحوم آقای حدادی بود و آقای کیانی نژاد، این دو نفر استاد بودن. آقای حدادی که خب فوت شدن و خدمت شما که عرض شود اینها هم همین ادبیات رو درس گرفتن و بعدم که مرکز حفظ شایعه که راجبش صحبت کردیم به اصطلاح شکل گرفت و استادا آمدن و خلاصه در اونجا این تفکر هم اونجا هم هی تداوم پیدا کرد. اصلا تولیدات موسیقی بیشتر معروف به همین به اصطلاح سیستم اون موقع بود که رئیسش و بنیانگذارش آقای دکتر داریوش صفر. اما بخش مربوط به سونوریته خیلی این یکی دیگه جالبتر بود. خدمت شما که عرض شود در حوزه سونوریته سازها به اصطلاح ما تغییراتی رو که در این حوزه میشنویم باز مربوط به یه تعداد خاصی از ساز هاست، مربوط به سنتور هست، یه مقدار زیادی مربوط به تار هست، ستار و یه کمی هم مربوط به کمانچه، چون کمانچه پیش از اون بیشتر خب استاد بهاری میزده و استاد بهاری هم خودش سازش به حال خودش معلم این آقایون بوده، خودش معلم این آقایون بوده، اینا نوازنده ویولون بودن، میخواستن پیش ایشون کمانچه یاد بگیرن. خب در حوزه سونوریته توی ساز نی نمیتونست خیلی این اتفاق بیفته به خاطر اینکه مرجع نی به طور کلی همون موقع در کشور زیاد نبود.
استاد کسایی بودن و استاد ناهی بودن. این دوتا نوازنده بهترین نوازندگان نه اون زمان بودن و بعد هم همین طور، یعنی به اصطلاح چون رفرنس تغییری احیانا در سونوریته ساز اتفاق میفته خدمت شما که عرض شود به گوش خیلی خیلی دقیقی نیاز داشت که متوجه بشه که تغییری در ساز، ولی این اتفاق هم نیفتاد چون تنها نوازنده‌ای که توی حد فاصل این دو نسل قرار می‌گرفت استاد محمد موسوی بود که خودش پیرو آقای کسایی بود، شاگرد ایشون بود اصلا و به صدا در مرکز حفظ شاه هم بود و بسیاری از کارهایی هم که در اون زمان در سالهای 54 و 55 توسط گروه‌هایی توسط اونها ضبط می‌شد نوازنده نش خود آقای موسوی بوده، ولی ما تغییر محسوسی به طور کلی در صدادهی سازنه احساس نمی کنیم و بعدها مثلا ایشون مسیرش به همون سمت شیوه نوازندگی استاد کسایی اینها بود و به همون شیوه هم تا الان هم به همین شیوه نوازندگی می کنه و به صدا در واقع اون شیوه رو زنده نگه داشته. اما در سازهای دیگه این تغییرات سونوریته مخصوصا در تار و ستار و سنتور خیلی خیلی واضح هست، خیلی خیلی واضح هست، چون باز معتقدان به اون رشته در این حال که سعی میکردن که اون محتوایی به که ما راجبش صحبت کردیم به اصطلاح انجام بدن و به اصطلاح کار بکنن خدمت شما که عرض شود در صدادهی سازشون هم تغییرات خیلی زیادی ایجاد شد. البته این تغییرات در بعضی از نوازنده ها هم در طول زمان تغییرات بسیار زیاد کرد، یعنی خود همون نوازنده هایی هم که در اون دهه ها به اصطلاح نوازندگی می کردن به غیر از آقای شفیعیان که خب تا جایی که من مطلع هستم و ساز ایشون رو هم شنیدم تا کنون هم سازش تغییری در سونوریته خودش نداشته، البته متفاوت بود مثلا با سونوریتش با سنتور فرامرز پایور و او اصلا یه چیز دیگری بود، اما در حوزه صدادهی و تکنیک نوازندگی تغییرات خیلی جدی اتفاق افتاد که حالا مخصوصا بعضی از نوازنده ها که یه مقداری در جامعه بیشتر شناخته شده بودن خب باز علاقمندان به این ساز اون دانش رو هم نداشتن، یعنی اصلا در حقیقت به نوعی اصلا سلیقه و تیست موسیقیشون تغییر کرد توی این زمان و گوششون اصلا تغییر کرد و بعضی از چیزها رو در حقیقت به نوعی میدونید یک بخش خیلی زیادی از این اتفاق به خاطر اصلا دیالوگ های متعددی بود که بسیاری از این آقایون در حالا یا جراید یا در تریبون های مختلف برای این موضوع داشتن و مخاطبین هم چون دانش لازم رو تو این زمینه نداشتن میپذیرفتن، یعنی فکر کردن که اصلا اصالت در اون رشته مثلا همین مسیره، هیچکس باز سوال نمی کرد که مگر حالا اگر که ما اصالت نوازندگی رو به حبیب سمایی مثلا منسوب بکنیم آیا حبیب هم اینجوری میزده است اینجوری بوده اصلا، اگر قرار به رجعت به گذشته باشه این جزء همون پارادوکس ها بود، این جزء همون پارادوکس ها بود، چون اینا هنوز هم سخت بسیاریشون به همون محتوا اعتقاد دارن ولی میخوان در قالب اون محتوا مثلا نوآوری هم داشته باشن، یه چیز به اصطلاح رو در رویست، مثل میگم که یک نوع پارادوکس هست در رفتار هنری که خب حالا این بالاخره تکلیف چیه؟ آیا باید برگردیم به رجعت کنیم به گذشته؟ آیا همین طور باید باشد که باید مثل گذشتگان مثلا نوازندگی بشود و عیناً نعل به نعل باید همون طوری باشه یا اینکه باید یا این موسیقی باید پیشرفت بکنه؟ خیلی از اونهایی که با این تفکر بعدها مسئله پیدا کردن همون مرکز حفظ شاه هم رها کردن. دیگه نبودن. حتی من میتونم بگم خود من که سالهای اوایل دهه 60 به اون مرکز رفتم خیلی از اونها
خیلی از اون آدم هایی که در جامعه اون روز مطرح بودن و تا دهه های بعد هم بالاخره شناخته شده بودن دیگه مرکز افسشای نبودن، دیگه اونجا نوازندگی تدریس نمی کردن، اصلا ارتباطی نداشتن و مسیرهای دیگری رو رفته بودن. حالا اینکه این مسیر واقعا هنری بود یا اینکه جنبه های دیگری داشت، بعضی ها اعتقاد دارن که نمیدونم سیاسی بود، بعضی ها میگن نخیر اجتماعی بود، بعضی ها میگن نخیر هنری بود. من نمیخوام راجع به این موضوع قضاوت کنم که چه اتفاقی افتاد، اما تمام این رخدادی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم چند منعقد داشت، چند منعقد داشت که من فقط به صدا نقدهای اونها رو به این حرکتی که اتفاق افتاد بیان میکنم، چون بعضی از این نقدها در پس از انقلاب در حقیقت مصاحبه شدن و در اینترنت هم وجود دارن و جراید هم منتشر کردن و قضاوتش رو به بینندگان و شنوندگان همین لایو و امثال این لایو هایی که به هر حال ضبط شده واگذار میکنم. نمیخوام خودم در این زمین، چون فکر میکنم که بهتر. سوالی دارید آقای دلیلی بفرمایید. جناب دکتر 30 دقیقه از زمان برنامه سپری شد، خواستم اطلاع بدم. خیلی ممنون، مرسی که زمان رو دادید. سلامت باشید. عرض کنم که باید یه اشاره بکنم به چند موضوع که تقریبا با اتفاق افتادن این رجعت به گذشته که تقریبا از دهه های اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 رخ داده، با تغییراتی که در رادیو اون زمان به واسطه حضور بعضی از افرادی که شاید حتی موسیقیدان هم نبودن، مثل آقای ابتهاج که رئیس شورای رادیوی وقت شد در اوایل دهه 50 و بسیاری از موسیقیدانان نقدهای خیلی جدی برای حضور ایشون در رادیو داشتن و اعتقادشون بر این است که ظاهرا این نوع خطهای فکری، یعنی همون رجعت به گذشته، مال خود ایشون هم نبوده، ولی ایشون از یه عده انگار سفارش میگرفتن و اجرا میکردن و به خاطر همین بسیاری از استادانی مثل مثلا فرهنگ شریف و پرویز یعقوبی اصلا ترجیح دادن که دیگه با رادیو ارتباط نداشتن. آقای یعقوبی تا پایان عمر، آقای یعقوبی تا پایان عمر دیگه نپذیرفت، یعنی انقدر از شیوه کار این آقا ناراحت بود که فکر میکرد که به صلاح دیگه نباید اصلا همکاری بکنه. حتی آقای فرهنگ شریف در مصاحبه‌ای که شاید پیش از درگذشتش کرد و در اینترنت هست، این مصاحبه رو هم به همه توصیه میکنم که حتما در به صلاح اینترنت ببینن و بخونن و ببینن که آقای شریف چه چیزی رو در مورد به صلاح این رخداد گفته. گفته که ایشون صراحتا گفته آقای ابتهاج ما رو در بهترین شرایط نوازندگیمون به نوعی از رادیو حذف کرد، یعنی شرایطی رو فراهم کرده که اینا دیگه خودشون نخوان بیان. اما آقای فریدون ناصری چی گفته؟ خیلی جالبه مصاحبه آقای فریدون ناصری، هم مربوط به بعد از انقلابه. او اعتقاد داره میگه که آقا بسیاری از نوازندگانی که تلاش میکردن که بیان در همون سیستم برنامه گلها، عملا اینها رو، یعنی با این واژه، من عینم واژه خود آقای فریدون ناصری رو به کار میبرم، میگفتن که اینها رو راه نمیدادن چون بد میزدن. این خیلی یعنی اعتقادش این بوده که آنهای من نوازندگی خیلی خوبی داشتن، افرادی خوب مثلا حالا در کار و اینها، مثل آقای شهناز و آقای فرهنگ شریف و پرس کنم در ستار مثلا آقای عبادی و امثال اینها، و خیلی به اصطلاح برنامه های مختلف و دیالوگ های مختلفی کاملا در به اصطلاح سرکوب این نوازندگان به اصطلاح چیز شد، آماده شد و در اختیار افراد قرار گرفت، چون باز عالم بودن که این موضوع رو خیلی ها متوجه نمیشن که
مثلا فرض میکنیم جلیل شهناز که در حقیقت به شیوه مکتب اصفهان نوازندگی میکنه در نوع خودش بی‌نظیره. یعنی یک استاد بی‌نظیر رو سعی کردن که حذفش کنن و این رو در یک دهه یا بیش از یک دهه این کار رو انجام دادن حتی. و آقای فرهنگ شریف اینو میگه، میگه که آقای در رادیو ایشون این کار رو انجام داده. و خیلی جالبه به غیر از فرهنگ شریف نوازندگان و استادان دیگه هم همین حرف رو زدن، همین حرف رو زدن. حتی آقای یاحقی هم این چنین چیزی رو ظاهرا اشاره کرد، یا یه خاطره ای رو خود آقای فرهنگ شریف اشاره میکنه در مورد کار آقای ابتهاج برای اینکه این نوازنده های مقداری چیز بشن، دلخور بشن. میدونید که مثلا فرض کنید نوازنده مثل پرویزی یا حقی خیلی سال بود، تقریبا از حدود سالهای 35 از 1335 با رادیو همکاری داشته، یعنی موقعی که سبا بوده، سبا در قید حیات بوده، خیلی پرسابقه بوده، خیلی پرسابقه بوده. حالا صرف نظر از آثار ماندگار و ترانه های ماندگاری که ساخته، نوازندگی ماندگاری هم داشته. تقریبا همه مردم ویولون رو عملا با ویولون پرویز یاحقی شناختن، یعنی به خوبی شروع کردن به در حقیقت تصفیه این افراد از تریبون رادیو که اینها نباشن. بعدم دیگه بهانه کردن که بله ویولون اصلا چیز هست، ایرانی نیست و باید کمانچه باشد و فلان و چنان و اینها. و بعدم یعنی ببینید چند تا به اصطلاح چند تا محور با هم هوای آن به اصطلاح ادبی بوده، یک محور مربوط به ساز خود ویولون بوده که آقا ویولون نباشد، یک محورم مربوط به سونوریته دیگر سازها، یعنی پس از ویولون نوبت به سنتور و تار و ستار رسیده که این اتفاق بیفته. و بعد متعاقب اون در گروه نوازی ها هم این اتفاق افتاده. البته خب در پیش از دهه 50 هم ما گروه هایی داشتیم که یونیسون اجرا میکردن، نه اینکه نبوده، بوده، ولی خب یه عده از موسیقیدانان هم به این مسئله اعتقاد داشتن که باید موسیقی ایرانی پرسپکتیو داشته باشه، حتی اگر با سازهای ایرانی داره اجرا میشه. و خب یه عده‌ای هم این کار کردن که در مثلا فرضون در کارهای پرواز پایور هست، بسیاری از کارهایی که اجرا کرده، مثلا اونهایی که نوازندگان فارغ التحصیل هنرستان موسیقی بودن، اونها به این شیوه در حقیقت اجرا کردن. البته خود آقای پایور هم آثاری داره که یونیسون اجرا شده، اونهایی رو که با آقای شهناز و با هاری و امثال هم اجرا کرده، حالا چه در رادیو، چه در جشنونه، چه در کنسرت ها، در هر جایی که اجرا کرده با این آقایون، یونیسون اجرا کرده معمولا. اما اونهایی که با نوازندگان فارغ التحصیل هنرستان موسیقی اجرا کرده که تحت عنوان یا هنرمندان نمیدونم فرهنگ هنر میگفتن، بعدها شد گروه پایور و از این دست، اونها همه اونایی هستن که به اصطلاح با پرسپکتیو موسیقی ایرانی اجرا. اما این تفکر سنتیه که داریم راجع به صحبت میکنیم، میگیم در حوزه نوازندگی به اصطلاح این اتفاقات براش افتاده، تو حوزه گروه نوازی هم کاملا یونیسون بوده. تقریبا هر چی گروه به این شیوه تشکیل شدن، همه به همین شکل در حقیقت اجرای برنامه کردن، اجرای برنامه شون همه یونیسون بوده. در حدی که اگر شما اثر سرپرست گروه رو نمیشناختید، نمیدونستید کدوم گروه داره اجرا میکنه، یعنی صداهاشون عین هم بوده، صداها عین هم بوده و یک موسیقی کاملا تخت و به اصطلاح به جای سه بودی دو بودی بوده. فقط مثلا احیانا شاید یک نوانسی مثلا در اجراها وجود داشته. این رو اونهایی که به اصطلاح موضوع رجعت به گذشته رو در حقیقت چیز میکردن، تبلیغ میکردن براش و میگفتن که آقا باید حتما باید رجعت به گذشته باشد و اسمش باید موسیقی سنتی باشه و نمیدونم اینها، و خیلی جالب
همین که شما میگید، آیا آنچه که در گذشته استادان بزرگ ما در با خوانندگان زمان خودشون اجرا میکردن، آیا این صدا رو میداده؟ آیا اینجوری صدا میداده؟ آیا این در حقیقت نمونه کار اونهاست؟ این نمونه کار اونهاست که به نام سنتی است؟ اصلا باید بعد خب اگر واقعا همین هست، خب چرا این آقایون که این همه برای این موضوع به قول معروف حنجره ها دریدند و نمیدونم تبلیغات بسیار زیاد کردن، چرا بعدن بلش کردن آخه؟ چه شد که پشیمان شدن؟ چه شد که پشیمان شدن واقعا از این موضوع؟ تقریبا در میانه های دهه 60، 67، 68 این حدودا یواش یواش میبینیم که یک به سر انگار دیسپرس شدن دیگه، مثل این که اعتقاد نداشتن به این موضوع، فکر کردن که بهتره که به همون شیوهی که قبلی ها اجرا میکردن اجرا بکنن. پس به نظر میاد که اصلا مثل این که مسئله اصلا رجعت به گذشته نبوده، فقط تریبون رو میخواستن، یه تریبون آموزشی میخواستن، یه تریبون ارائه میخواستن. البته تو این زمان یه اتفاق دیگه هم مخصوصا از پس از انقلاب البته رخ میده از نظر به اصطلاح فنی و اجتماعی در حوزه موسیقی، که حالا البته ما اینو بعدا راجبش صحبت میکنیم، من شاید در لایو بعدی در این مورد صحبت بکنم که بسا باستا به اون تفکر رجعت به گذشته در حوزه اجتماعی چه چیزی رو در واقع به وجود رو، چون اونجا واقعا حرفای بسیار زیادی وجود داره، اما تو حوزه فنیش این بود مسئله. حالا پس می دیدیم که در حقیقت تکلیف سازهایی مثل کمانچه و نه ادبیات منسجمی نداشتن، باز هم مشخص نشد، باز هم ادبیات مستقلی پیدا نکردن حتی بر پایه نوازندگی گذشتگان. در نی تلاش شد که آثار استفاده بکنند و بالاخره چیزی در اختیار داشته باشند، اما توی کمانچه کماکان اون آنارشیسمی که در آموزشش در نوازندگیش و نزاینا هست هنوز هم وجود داره و بالاخره تکلیف مشخص نیست که بالاخره باید چی بزنن اینا. استاد 40 دقیقه زمان برنامه سپری شد، متوجه نشدم، مجددا بفرمایید. 40 دقیقه زمان برنامه سپری شد، خواستم اطلاع بدم خدمت. بله خیلی ممنون، متشکرم. ولی به هر حال ما توی با سیستم سونوریته هم با چند شاخه هایی روبرو بودیم، یعنی بعضی ها در مثلا فرض میکنیم در نوازندگی ساز سنتور کاملا اعتقاد داشتن که باید سیستم صوتی به دوره حبیب سمایی برگرد. در سیستم نوازندگی تا خیلی از نوازنده ها تلاششون بر این بود که از افکت هایی که استادانی مثل فرهنگ شریف و نمیدونم جلیل شهناز در نوازندگیشون استفاده میکنن اصلا استفاده نکنن، مثل نمیدونم حالا مضراب هایی دم خرک زدن یا یه خورده پوش اجرا کردن یا از کندکاری در روی دسته ساز و امثال حبنا، تا جایی که استاد جلیل شهناز در یه جایی ظاهرا گفته بودی که فلان نوازنده به جایی که مثلا تار بزنه تار رو داره تنبیه میکنه. البته این نکته رو بدونید، در قدیم هم استادان قدیم در نوازندگی تار مضراب رو خیلی محکم میزدن، واقعا این دوری بوده نه اینکه نبوده، یعنی این محکم نواختن تار از اختراع اینا نبود، اختراع دو نسل قبل بوده، یعنی استادان قدیم مثل آقای شهنازی و یا امثال هم مضراب قوی میزدن. حالا اینکه چرا به این قدرت ساز میزدن و برای چی کار میکردن شاید
به دلیل مثلا شاید نبود سیستم صوتی بوده و یا عادتی در نوازندگی بوده. توجه دارین؟ یعنی ساز رو پر صدا می‌زدن در هر صورت. این در شیوه قدیمی نوازندگی تار بوده. من حتی شاگردان مستقیم خود آقای شهنازی رو که دیدم از نزدیک، اونها هم دقیقاً به همون شیوه استادشون ساز می‌زدن، خیلی محکم. حتی یک نفر از این آقایون رو که در سنین بالا مثلا حدود 80 سالش بود که مثلا من دیدم تا دقیقاً تا خیلی محکم و خیلی قوی ساز میزنه. این یک عادت بوده که خب آقای شهنازی احتمالاً به شاگردانش اینطور درس داده و میخواسته ازشون. خب و در ساز خود آقای شهنازی هم البته ما یه سری استفاده از افکت های نوازندگی رو میشنویم. خود آقای شهنازی اصلا فایل های تصویریش هست، فایل های تصویری از خود آقای شهنازی است. آقای شهنازی نوازنده مبتکر بوده، مبتکر ایشون در نوازندگی. به اعتقاد من حتی برای امروز هم مبتکره، نه برای تازه زمان خودش. باید این مسئله اتفاقا عزیزان توجه بکنن، باید این مسئله واقعا سنجیده بشه که اگر ملاک تقلید از گذشتگان بوده، آیا گذشتگان ما، اینایی که همین آقایون میگفتن که آقا اونا بهترین بودن، آیا اینا هم از نظر ذوق در همون حد بودن یا نبودن واقعا، یا فقط یک بحث تقلید در جامعه مطرح بوده تو حوزه موسیقی؟ آقای شهنازی که یه استاد کاملا صاحب ذوقه، آثارش و نوازندگیش نشون میده. یعنی فقط این نیست که بگن آقا یه نوازنده بودی که همطور از اول قطعه محکم تاق 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 ساز میزده و تا پایان قطعه، نه اصلا خب آثارش رو باید ببینن، ابتکاراتش در نوازندگی رو باید ببینن، اونا رو که نباید سانسور کرد که. نمیشه که بگن که فقط آقای شهنازی قوی ساز میزده و تمام. ولی آقای شهنازی نوازنده، یه استاد بسیار بازوقه، یعنی یه استاد کامل ردیف داشته، نمیدونم چاربزاب و رنگ و بیشتر آمد و همه اینها رو داشته، تصنیف ساخته، در نوازندگی هم خیلی استاد بوده. خب اگر واقعا ملاکی همچین شخصیت هایی بودن، خب پس تو چون مثل اونا نمیزنن؟ خب یکی کش مثل اونها هست، یه بخشی از این ها فقط مورد تایید دو نسبت قرار گرفته، یه نسبت قرار گرفته فقط همون یه قسمتش رو، مخصوصا که تو حوزه این رشته از نوازندگی همه آقایون آقای شهنازی رو دیدم، همشون دیدم، ماها ندیده بودی. ولی الان ببینید خوشبختانه یکی از مزایای تکنولوژی اینه دسترسی پیدا میکنید، فیلم ها و فایل ها اینها رو میتونید ببینید. حالا ما باید در مورد نوازندگی استاد حاجی اکبر شهنازی چی بگیم؟ بگیم که نه ایشون سنتی نمی نواختن، ایشون سنتی نبودن مثلا، همچی چیزی که نمیشه گفت که. اگه تو بحث محتواست که ردیف اصیل موسیقی ایران که دستش بوده، اگر از نظر به اصطلاح ریشه نوازندگی بخوان ساز ایشون رو مورد تجزیه تحلیل قرار بدن، که در حقیقت شاخه از شاخه ساز پدرشه، نمیشه که یکی کش درست باشه یکی کش غلط باشد که. حتی سونوریته ایسان میخوام بگم که یعنی آقای شهنازی تلاش میکرده از تمام افکت های موجود در سازش با توجه به آنچه که ذوقش بوده و آنچه که بهش آموزش داده بودن استفاده بکنه، و استفاده هم کرده، به خوبی هم استفاده کرده. پس اینجا واقعا این سوال
در برابر تمام اونهایی که مبلغان تفکر رجعت به سنت و گذشته بودن وجود داره که آیا ذوق شماها به اندازه ذوق اسلافتون بوده، همونهایی که در موردش تبلیغ کردید و گفتید اینا خوب بودن، بسیار عالی بودن، چنین بودن، چنان بودن؟ خب مگر نه که این آقایون همه آثار ماندگار درست کردن در حوزه سونوریته هم که خب سازشون اینه، در حوزه سونوریته هم که سازشون اینه. من اتفاقا در مورد مخصوصا ساز آقای شهنازی از بسیاری از مؤمرینی که شهنازی رو دیده بودن اینها این نکته رو شنیدم که درویش خان که خودش استاد بزرگ تار و ستار بوده همیشه تمجید میکرده ساز شهنازی. به قول خودش میگفته پسر آقا حسین قلی هست، یعنی اینطور معرفی کرده شهنازی رو. این جزء همون پارادوکس هایی هست که ما در حوزه رجعت در گذشته دکتر و به قول فرنگی ها obviously، یعنی آشکارا در مورد سنتور وجود داره که مخصوصا این دوتا سازی هستن که مخصوصا از دهه 50 به بعد یه مقداری هم بیشتر در جامعه شنیده شدن و به اصطلاح در اختیار عموم قرار گرفت. ما حالا بدونی که بخوایم حالا اینجا هیچ قضاوتی رو به اصطلاح انجام بدیم، با ذکر این مثال ها و این شواهد به مخاطبین واگذار میکنیم این موضوع. یعنی باید در این زمینه اگر ما به ماهیت هنر به عنوان یک فرایند پویا و سیال اعتقاد داریم، این آقا در ادبیات باید باشه، در نقاشی باید باشه، در کلیه هنرها اصلا باید باشه، از جمله در موسیقی، خب پس اون اصرار بر بازگشت چه بوده؟ بعد آمدیم 10-15 سال از این تفکر گذشته است، شاید هم بیشتر، همه اونهایی که عاشق این تفکر بودن ول کردن رفتن به مسیر دیگری. تا چقدر گوشهایی که دانش موسیقی نداشته است رو تحت تاثیر قرار دادن. حالا به قول برمز بایان گفتش که گوشها رو خراب کردن، چون هر چیزی بالاخره یک چیزی میخواد، یک تحصیلی میخواد در این کار، بفرمایید. 50 دقیقه از زمان برنامه سپری شد. خب حالا اگر سوالی هست در این زمینه بفرمایید تا من اگر که چیز باشه بتونم جواب بدم. اگه اجازه بدید من جواب یکی از دوست عزیزمون رو بدم. این لایف هم همانند لایف های دیگه حتما ذخیره خواهد شد در پیج انجمن علمی دانشگاه شیراز و حتما میتونید به فیلم اون سر بزنید و اگه که اینترنتتون قطع و وصل میشده میتونید فیلم رو کامل ببینید. جناب دکتر، دوستی پرسیدن که آیا در حال حاضر به جز ردیف انتقال یافته توسط آقای برومن کس دیگه ای ردیفی تحریف نیافته ای رو حالا می نوازد یا نه؟ ببینید، اولا ردیفی که داریم راجبش صحبت میکنیم، یعنی همین ردیف میرزا عبدالله که توسط آقای برومن به اصطلاح منتقل شده، آقای سپنتا اصلا از نظر محتوا ردش کرده، یعنی میگه محتواش مورد تایید نیست. خب ولی آنچه که همه دارن میزنن همونیست که آقای برومن به اینها گفته، یعنی اینا همشون به نوعی شاگرد این آقا بودن و ازش این ردیف رو یاد. جایگاه آقای برومن این که درست بوده است که آیا این ردیف رو به نی و کمانچه و سنتور هم درس داده، واقعا این خودش جای سواله. من اتفاقا حالا بعد نیست، چون در جلسه ای که دارم صحبت کنم جلسه خصوصی نبود، آقای ارشد تماسبی رو دعوت کرده بودن اینجا برخی از آقایون که در موردی صحبت بکنن، خود من ازش سوال کردم که
چرا آقای بورمن اصلا این ردیف رو اصلا درست داد؟ اصلا درست بود واقعا این کار که خود ایشون جواب داده، فکر میکنم فیلمش هم ضبط شده که گفته بود ای کاش این کارو نمی‌کردن. ولی در جواب به این دوستمون بعد عرض کنم که خب برای این ساز قطع یقین باید خب ردیف رشته خودش، این ردیف استاد سبا رو باید در درجه اول ملاک قرار داد. اون این ردیف برای چیز هست دیگه، برای ساز سنتور هست، نوشته شده، کار کردن. کسی که این کار به نظر من دانش سبا از دانش برومن در سنتور خیلی بیشتر بوده. سبا خیلی بیشتر از برومن سنتور میدونسته. اصلا نباید این دو تا رو با هم مقایسه بکنن. اصلا عزیزان این نکته رو بدونن، سبا و برومن تقریبا هم عصرن. چرا زمانی که یه استادی مثل سبا هست یک خط در مورد برومن نیست، حتی یک خط؟ تمام این داستان ها پس از اون شروع شده. اینا معنی داره، اینا از نظر تاریخی معنی دارد که چرا همچی اتفاق افتاده. یعنی ایشون معتقد بوده است که بیش از استاد سبا سنتور میدانسته. اگر معتقدن که شاگرد حبیب بوده، حبیب که شاگرد درس نمیداده، شرایط این کار رو نداشته. اولا حبیب سمایی تقریبا در 41 سالگی فوت شده، شیوه زندگانیش و به هر حال عاداتی که داشته است مانع می شده. اینا هیچ کدوم منافات نداره با ذوق حبیب سمایی ها، ولی که حبیب سمایی بهترین نوازنده سنتور عصر خودش بوده. مثل این است که مثلا ما بگیم خب فرض میکنیم آقای یاحقی بهترین ویولونیست بوده، آیا مثلا یاحقی هم به اندازه سبا شاگرد داشته؟ نه شاگرد داشته، برای که طبیعت معلمی رو داشته، تفاوت هست. چهار نفر رو در تاریخ موسیقی ما به طور مستقیم، تازه اونم میگن آقا اینها در حقیقت دوستان حبیب، من که خودم بارها بارها نه در لایو شما، در لایو دیگران هم این صحبت رو کردم که بابا از خود استاد ناظمی، مهدی ناظمی که خودش یکی از نزدیکترین افراد به حبیب بوده، میگه بابا نمیتونست درس بده. این من مستقیم شنیدم، کسی برام تعریف نکرده، من مستقیما از خود آقای ناظمی شنیدم. بنابراین در این زمینه به اصطلاح نمیشه گفت. دوستی سوال کردم که نظرتون راجع به ورزنده چی هست. ببینید آقای ورزنده یک نوازنده سنتور بوده، همطور که میدونید از کاشان میادش تهران و اتفاقا این دوستی که ما داشتیم که شاگرد آقای شهرنازی بودن گفتن که اتفاقا با برادرش اول بار آمده منظور ما معرفی کردن با آقای تجویدی، و آقای تجویدی هم چیز ببینید سنتوری که مرحوم ورزنده میزده سنتور کلاسیک موسیقی ایرانی نیست. تکنیکی که ورزنده داشته تکنیکیست که خودش درست کرده بوده، یه واقعیت هست. سیبا هم هست، خیلی هم خوبه آقا، ما هم لذت میبریم، ما هم از این ساز لذت بریم. ولی اینکه ما تکنیکی رو ببینید، تکنیک ردیف استاد سبا رو شما در نظر بگیرید، تکنیک ورزنده در این سطح نیست اصلا، اصلا اینطوری نیست. من عموم سازهایشون رو شنیدم و افرادی هم که از ایشون به خوبی تقلید میکنن و تلاش میکنن اونجوری ساز بزنن شنیدم، ولی هم شیرینه دیگه، زیبا هستی حالا، ولی سنتور مستند ایران نیست. نه ادبیات باز یک پارچه ای دارد و نه به صلاح یک تکنیک، مثلا بگیم که تکنیک متناسبی که حالا با تکنیک ردیف سبا فرق میکنه، ولی یه چیز دیگه است مثلا. نه اینطوری نیست، به هیچ عنوان این دوتا ساز، یعنی سنتور ابوالحسن سبا، با وجودی که داره سبا نوازنده سنتور با اون شکل نبود، به قول پایدار میگه که سنتور ساز ردیفش که هست، اون چه که در ردیف استاد سبا هست سبا میزده، خودش میزده و اینطور نیست. این سنتور به صلاح تکنیک کلاسیک ایران رو نداره، حتی به نظر من تکنیک حبیب رو هم نداره، چون حبیب تکنیک اصیل سنتور ایران رو داره.
در اون روزگار که می نواخته اصیل ترین تکنیک سنتور همین بوده، همین بوده واقعا. سوال دیگری اگر هست بفرمایید. نه جناب دکتر، 1 ساعت و 2 دقیقه از زمان برنامه سپری شد، حیفمون اومد که سخن شما رو قطع کنیم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. سلامت باشید. انشاءالله دوستان اگر سوالی داشتن زیر پست ما کامنت بذارن یا اینکه توی دایرکت بپرسن، انشاءالله ما جلسه آینده از استاد حتما خواهیم پرسید. خواهش می‌کنم. من در خدمتتون هستم. شب بخیر. و همه عزیزان. تو جلسه آینده منتظر هستم. انشاءالله. خواهش می‌کنم. سلامت باشین. آرزوی سلامتی برای شما. قربان. مرسی. خدا نگهدار. خب خدا رو شکر این جلسه هم بدون مشکل اینترنت برطرف و حل شد. انشالله جلسه آینده در خدمتتون هستیم. دوستان اگر سوالی دارن زیر پست ما کامنت بذارن یا اینکه دایرکت بپرسن، حتما حتما ما جلسه آینده از استاد خواهیم پرسید. خب به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار. منتظرتون هستم.